سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه بحث تایپوگرافی. جلسه قبلی ما هدینگ ها رو دیدیم، دیسپلی هدینگ رو دیدیم، لید پاراگراف رو دیدیم، بریم سراغ بعدی. خب میام پایین یه دیو کلاس لایف کود و تاپ. خب میخوام چیکار بکنم؟ یه چند تا دقیقت تگ HTML که ما باش آشنا هستیم رو مینویسم و همون تگ رو میخوایم با پوتستر پیاده سازی بکنیم. یه پاراگراف میذارم، داخلش تگ مارک میذارم. خب نداریم مثل که چرا نداریم بچه؟ جالبه شناسایی نکردش. خب های lighted text، بعد یه دونه پاراگراف، یه دیل برای deleted text، دوباره یه پاراگراف، یه تگ s که برقرار text that is incorrect. حالا جلو تعمیری میبینید که اینا رو برای چی دارم می‌نویسم. inserted text، بعد پاراگراف you در تست که زیرش خط کشیده شده، پاراگراف تگ اسمال، بهش اصطلاح میگم find print، بعد تگ p تگ strong، بعد strong text، بعد تگ p تگ em، اگه بخوام روی چیزی تاکید بکنیم emphasized text، بعد تگ b یا bold، و آخری هم تگ آی، مثلا alter nate voice. خب اینو بریم ببینیم، این قسمت رو حالت عادیشو ببینیم، بعد با بوتستراپ ببینیم. خب اینا چیزهای مختلف، هایلایت و دیلیت و فلان و فلان و همه اینا دونه دونه چیزهای مختلفی که الان من نوشتم. خب حالا به این تگ، این یه دونه پدینگ در پیکسل صفر هم بدیم، یه ذره این افتاده بود روی خطه. خب بریم سراغ، حالا اینا رو میخوام با پوتستر اپ درشون بیارم. خب از این دیوه میام بیرون، یه دیوه که با کلاس لایف کود و تاپ. خب کدوم میخوام بنویسم اول؟ اول میخوام برم سراغ این کلاس مارکی که اول نوشتم، یه پاراگراف مینویسم، یه تگ اسپم مینویسم، بعد داخلش مینویسم هایلایت تکست. به این اسپم هم یه کلاس میدم به اسم مارک. اینجا بوت استرپ میاد بچه ها، نکنید میبینید بچه ها این خود تگ مارک، این کلاس مارک وجود بود استرپ بچه. یکی دیگه هم بنویسیم، تگ کلاس اسمال کدوم بود؟ این فاین پرینت بود بچه ها. من همین هم کپی میکنم که دیگه ببینید، یکی ببینید. خب نکنید بچه ها، این فاین پرینت بوت استرپ، این فاین پرینت خود تگ اسمالانه. و بعدی کلاسی که میخوام بدم تکست دکوریشن
آندرلاین. دیگه فکر کنم فهمیدید کدومه دیگه. اونی که زیرش خط کشیدم کوش ایناش. ای بابا. اینا. یا معادل تگ یو. یا کد بچه ایناش. این چی این پایین افتاده؟ یه چیز اضافه زدم افتاده اون پایین بچه. یه جای چیز اضافه هستش. پیداش میکنم. خب و حتی بکنم بخواد این لایف کود باشه و آخری چیه؟ آخری رم میخوام اینو در بیارم text that is incorrect. این روش خط میکشه text decoration line true، یعنی روش خط میکشه. نیا کنید. این دقیقا معادل اینه بچه. خب بریم سراغ بعدی. میخوام بریم سراغ ابریویشن بچه ها. یا اختصار نویسی همچین چیزی میشه. یه تگ ABI BR میذارم، تایتلش رو میذارم اتریبیوت. خب و داخلش هم می‌نویسم ATTR. پایینش یک دیگه پاراگراف دیگه میذارم، یه تگ ABR دیگه، تایتل رو میذارم هایپر تکست مارکاپ لنگویج HTTP HTML و یه کلاس هم بهش میدم. بذار کلاس هم ندم اول، همجه عادیشو ببینیم. اینجا میذارم HTML عادیشو ببینیم. اینه بچه. خب این تگ ABR. حالا میخوام یه دونه کلاس به این دومیه بدم، کلاس اینیشیالیزم. به این دومی اینیشیالیزم نیا کنید بچه ها. میرم روش تایتلش هم میاد. خب بریم سراغ مثال بعدی. این مثالی مده با قبلی و فرق داره. یه دیو با کلاس لایف کود و تاپ میذارم دوباره. داخلش یه تگ فیگر میذارم. خب بعد داخلش یه تگ بلاک کود میذارم، یه دونه پی میذارم پاراگراف با لورم مثلا 20. خب بعد از این بلاک کود میام بیرون، یه دونه فیگ کپشن میذارم، فیگ کپشن داخلش میرسم مثلا نویسنده و یه دونه تگ سایت میذارم و اسم نویسنده رو میرسم مثلا حامد احمد. بخشید این گذاشتم اینجا، ایز نداشتم، جمله بیمعنی بود تایتل. خب بریم حالت عادی رو ببینیم الان، بعد میام کلاسر رو بهش اضافه میکنم. این الان اون پاراگراف همه، این هم اون چیه بچه ها؟ این سایت همه، این هم اون تگی که گذاشته بودم چی بود بچه ها؟ فیک کپشه. حالا میخوام برم به اینا یک کلاس اضافه کنم. به این بلاک کد هم یه دونه کلاس اضافه میکنم، همون بلاک کد، بلاک کد. بعد به فی کپشن هم یه کلاس اضافه میکنم، بلاک کد داش فوتر. و همین بریم ببینیم اینو.
به این صورت میشه بچه نیا کنید. این میشه بلاک کد هم، این هم میشه فوتر هم بچه نیا کنید چه خوشگل شد. خب حالا میخوام یه کار بکنم، این پاراگراف هم یه ذره دیگه طولانی ترش کنم، لورم 10 اضافه کنم بهش، بعد به فیگر هم یه کلاس اضافه میکنم تکست سنتر. ببینید چجوری میشه بچه ها، میاد وسط، یفته وسط اینجوری. تکست اند هم داریم، به این صورت. و تکست استارت هم فکر کنم داریم، استارتش رو مطمئن نیستم، بذارید ببینیم. بله تکست استارت هم داریم. خیلی خب بریم بیام یه چند تا مثال دیگه بعد جلسه بعدی بزنیم، و چون جلسه بزنم خیلی ویدیوم طولانی میشه. جلسه بعدی بحث تایپوگرافی رو تمامش بکنیم. فعلا خداحافظ.